دو نیروی جبهه مقاومت ملی و 4 عضو طالبان در بغلان کشته شدند. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال پیام روز. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از جدیدترین ویدیوهای روزانه ما با خبر شوید. به نقل صفحه رسمی ایندیپندنت فارسی، دو نیروی جبهه مقاومت ملی و 4 عضو طالبان در بغلان کشته شدند. طالبان از نشر هر گونه اخبار مربوط به فعالیت جبهه مقاومت ملی و سایر جریان‌های مبارز در داخل افغانستان جلوگیری می‌کنند. صبح امروز شنبه 22 آبان در اثر درگیری میان مبارزان جبهه مقاومت ملی و نیروهای طالبان در روستای خوشدره در شهرستان خوست فرنگ در شمال افغانستان به هر دو طرف تلفات وارد شده است. منابع محلی به ایندیپندنت فارسی گفتند که در نتیجه این درگیری 3 ساعته به طول انجامید. دو عضو جبهه مقاومت ملی و 4 عضو طالبان کشته شدند. عزیز الله سنگین، دانش آموخته‌ای که به تازگی از هند به افغانستان برگشته بود، و امان الله حکیمی، پسر عموی او، دو تن از مبارزان جبهه مقاومت ملی بودند که پس از هجوم طالبان محل اقامتگاهشان در روستای خوشدره به نیروهای درگیر با آنان پیوستند. شریف الله سنگین، برادر عزیز الله سنگین، به ایندیپندنت فارسی گفت درگیری زمان آغاز شد که گروهی از جنگجویان به خانه آنان در روستای خوشدره هجوم بردند و خواهان تسلیم شدن عزیز الله و امان الله شدند. با گفته شریف الله، در اثر 3 ساعت نبرد میان گروهی از جنگجویان طالب و دو تن از مبارزان جبهه مقاومت ملی، 4 طالب و 2 مبارز مذکور کشته شدند و 3 تن از اعضای خانوادهشان نیز مجروح شدند. شریف الله سنگین می افزاید که روستاهای خوشدره و چرخ فک در شهرستان خوست و فرنگ در استان بغلان در تصرف نیروهای جبهه مقاومت ملی است. شریف الله از آن می دارد که پس از رویداد امروز صبح طالبان در از آن ناحیه متواری شده اند و دوباره به مرکز شهرستان عقب نشینی کرده اند. شریف الله می افزاید که برادر و پسر عمویش در دفاع از وطنشان جان باختند و طالبان به زودی بهای سنگینی در ازای خون این دو مبارز خواهند پرداخت. سخنگویان طالبان مانند همیشه در مورد درگیری میان مبارزان جبهه مقاومت ملی و افراد گروه خود سکوت می کنند. ایندیپندنت فارسی خبر درگیری امروز را هموار با پرسش های با انعام سمنگونی از سخنگویان طالبان در میان گذاشت، اما او هیچ پاسخی در بیان با آنان نداد. پس از فروپاشی دولت پیشین افغانستان و مسلط شدن طالبان بر کشور، مبارزان جبهه مقاومت ملی در مناطق کوهستانی پنجشیر و بغلان با هدف نبرد تا ایجاد یک حکومت مشروع در افغانستان سنگر گرفتند. طالبان با اعمال سانسور شدید بر رسانه ها و شبکه های اجتماعی در افغانستان از نشر هر گونه اخبار و فعالیت جبهه مقاومت ملی و سایر جریان های مبارز در داخل افغانستان جلوگیری می کنند. در این حال به نقل صفحه رسمی 8 صبح، افغانستان را به پردگاه نبرید. در جریان روزهای اخیر موارد متعددی از ترور نظامیان پیشین رسانه‌ای شده است. تصاویری که هفته گذشته نشر شد نشان می‌دهد که یک فرمانده طالبان در تخار یک نیروی خیزش را با سلاح دست داشتهش به قتل می رساند. در ادامه مشخص شد که پسر این فرمانده طالبان در دوران حکومت پیشین توسط همان نیروی خیزش مردمی کشته شده بود. این جوان به تازگی از ایران رد مرز شده بود و می خواست که دوباره به آغوش خانوادهش بازگردد. در 18 عقرب مورد دیگری ترور نظامیان پیشین در تخار رخ داد. افراد طالبان، شعبه آریایی، رئیس ارکان کندک نیروهای سرحدی در نیمروز و سهراب حقانی، عضو نیروهای سرحدی تخار را کشتند. این دو تن در آن زمان می‌خواستند که با استفاده از فرصت عفو عمومی طالبان به قریه شنگ سقا و ولسوالی چاآب بروند که با کمین نیروهای محلی طالبان روبرو و کشته شدند. دو مورد دیگر نیز روز جمعه 21 عقرب اتفاق افتاد. افراد ناشناس دو افسر پیشین زن را جمعه شب در ناحیه اول شهر گردیز ترور کردند. همچنان یک بلیتمل ارتش به نام شایق سنجی که فرمانده پیشین پلیس ولسوالی بگرام بود، عصر روز جمعه در ولسوالی حیث اول کوهستان کاپیسا کشته شد. با گفته نزدیکان این نظامی، وی در فرقه 111 ارتش کار میکرد و نیروهای طالبان پس از بازداشت او از خانه اش سنجنی را تیرباران کردند.
آنچه واضح است این است که موردی به نام عفو عمومی تا ها در عمل دیده نمی شود. مسئولان بلند رتبه طالبان پس از تسلطشان بر کابل گفتند که با نظامیان پیشین کاری ندارند، اما حالا این نظامیان روزانه به گونه سیستماتیک ترور می شوند. حکومت سرپرست طالبان نیز هیچ گونه وضاحتی نمی دهد که این نظامیان چرا کشته می شوند. موارد زیادی از ترورهای اتفاق افتاده که رسانه نمی شود. برخی از منابع فهرست 43 نظامی پیشین را به 8 صبح فرستاده است که در جریان روزهای اخیر در اروزگان از سوی افراد ناشناس کشته یا ربوده شده اند. در این میان حتی از کودکان نیز نام برده شده است. به نظر می رسد که ترور و بازداشت نظامیان پیشین به 3 دلیل عمده اتفاق می افتد. اول اینکه این نظامیان به دلیل سابقه کاریشان یا بدبینی هایی که از قبل با نیروهای طالبان داشته اند پی هم از میان برداشته می شوند. دوم اینکه نیروهای طالبان حین بررسی خانه های این افراد و درخواست سلاح و تجهیزات نظامی از آنان و اندکترین انکار اقدام به بازداشت یا کشتنشان می کنند. در سومین مورد نیز افراد طالبان یا افراد وابسته به آنان با استفاده از فرصت دشمنی های شخصیشان را پیش می برند یا هم مهره هایی که شاهد در آینده برایشان مشکل ساز شود را ترور می کنند. در موارد هم ممکن است نظامیان پیشین به دلیل حراس اقدام به کاری کنند که واکنش نیروهای طالبان را در پی خواهد داشت. به هر حال این رویدادها به هر دلیلی که اتفاق می افتد حکومت سرپرست طالبان مسئول و در برابر آن پاسخگو است. جنگ حالا پایان یافته است و کشتن این نظامیان جز ادامه جنگ و پیچیده در ساختن روند حکومت داری برای طالبان نتیجه در پی ندارد. اینکه عفو عمومی اعلام می شود اما کسی به آن توجهی ندارد بیانگر دو موضوع است. اول اینکه یا هیچ گونه عفو عمومی در عمل اعلام نشده است یا اینکه نیروهای طالبان به این دستور رهبرشان واقعی نمی گذارند. موارد زیادی اتفاق افتاده است که نشان می دهد رهبران طالبان بر نیروهایشان کنترل کافی ندارند. وزیر دفاع حکومت سرپرست طالبان اعلام می کند که نباید با نظامیان پیشین برخورد شود، اما برخلاف آن کشتار نظامیان همچنان ادامه می یابد. موقفگیری اخیر وزیر خارجه حکومت سرپرست طالبان نیز نشان دهنده بدبینی های سطح رهبری طالبان در مورد نظامیان پیشین است. امیر خان متقی در پاکستان گفته است که نظامیان پیشین در ارتش طالبان جای نخواهند داشت. این در حالی است که آنان بیشتر گفته بودند که نظامیان ارتش پیشین را در ارتش خودشان جا به جا می کنند. اظهارات اخیر امیر خان متقی واضح نشان می دهد که ممکن است طالبان از عفو عمومی که اعلان کرده بودند نیز برگشتند و پشیمان هستند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. جهت حمایت از ویدیوهای روزانه ما چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از جدیدترین ویدیو